چیه؟ تماشا دارم من؟ مستله ندارم. نمیان خونهشون نصف شب خبر مرگشون. یعنی که سرخون زندگیتون سه تا رو علف کردن. میگم تو خانوم به نظر شما اینا چیز به درد بخوری تو خونهشون دارن؟ ای من 3-4 سال دارم که کار تمیزی میکنم. همه چیش رو قشنگ میدونم کجاست. یا علمه هست. درسته این کاری که ما داریم میکنیم به نظر تو؟ نه. خب بریم بانک. از حساب پول برداریم آقا تو که افتاده رو تخت بیمارستان داره بالبال میزنه عمل کنیم. بدبخت فریدون، بیکس، غریب، بیچاره. ای بیا اینجا بیا 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 بیا. نه ادا. یارو رو بخور. از زد درو، زد درو. بده من بودو، بده من بودو. شب بودو. بودو بودو. بودو بودو. وایسا منم با خودتون ببریم. ای خدا این لمس چلوفته این دوزی سربلند بیاد بیرون. این کیه؟ خانم شما اصلا حرف نزن. برفت لطفاً هر چی انگشتر و زیورالات و هر چی دارین یه سو دیگه بریم. چشم. چی کار داری میکنی زن؟ شما اصلا حرف نزن. چشم. خود بقیه زیورالاتتون کجاست؟ تو اتاق. میشه من ببرین اونجا؟ بله. بایستیم 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 نه هر شو داریم بریزیم توی همین همهش همین بود. خب من دیگه بریم بقیهش هم بیاریم. من دارم سویش بگیرم برم بانک. بقیهش تو صندوق امانات بانکه. هم نه همینه بسه. بریم بشین سر جاتون. چشم. شما هم انگوشتر و ساعتتون رو بریزین تو کیفم. چشم. اینجا بشینین. چشم. نه 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 همینجا نشینین. بریم بگیریم تو اتاقتون بخوابین. نه 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 بسیم بسیم بسیم. همه چی رو فراموش کنین. قیافه منم فراموش کنین. چشم. حالا بریم بگیریم بخوابین دیگه. منو فراموش کن.
نگاه کن سیپ کرده اینجا دیگه دستمان نمی کشن درست خوش نمی کنن اومد بیاد با کامران جانم دم درم اومدم مادر چرا نمی آی تو بسرد یخ کرد اومدم آخه راه میندازی آخه چه بوی راه میندازی چه دستباختی تو داری اینم دعوا داره نه خب دیدم تو دلمه دوست داری منم پختم اینم خوب جا افتاده گفتم با هم بخوریم آخ قربون دستت بشم من آخه انقدر خوش سلیقه انقدر قشنگی انقدر شیرینی عین نون خامه ای نشستی جلوی من خیلی خوب خیلی خوب اینو نکش از این بردار اینو میخوام نه 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 اینو بردار حالا مثلا فیزای ترشی میخورم بعد دیگه این یادیدی راضی شدی زردره دادی از کارو بارت بگو ببینم خوب جا افتادی اونجا که دست منه نمیدونم بدونی یا نه خب میشه زرد بردم و این نخورم باشه همینجوری کوچه بشابم باشه بابا بیا دست دارم خب اونجا که دست منه دیگه اون خانم نمیدونم اونجا که اصلا رو انگشت من میچرخه و منم نمیدونم متوجه شدین یا نه ماشین سرهنگ دستم بودم در بود دیدی ماشینو؟ آره آره تو آیفون دیدم مادر مواظب باشه امانته نه مراقبش باشه میگم اصلا اونجا من اصلا نباشم اینا به هم میریزن بعد کارمو دارم انجام میدم چیکار دارم؟ میگم کامران جون این چی زدی بهش انقدر خوشبوه این بوه رو دوست دارم من هزار جور سبزی توشه میگم حالا که دستت اونجا بند شده و جا افتادی بیا دستت یه جای دیگه هم نمیخوام من ازدواج کنم تا کجا فهمیدی من میخوام همینا چون همیشه میگی تا یه ذره صمیمی میشیم با همینو میگی نمیخوام من ازدواج نمیکنم الان چرا برای اینکه من دارم پله های ترقی رو طی میکنم نمیخوام یکی میاد دست و پاگیر میشه من نمیخوام مثل مار میمونه نیشم میزنه میام دوباره نقطه شروع حوصله‌شو نداری وقتشو نداری نمیتونم اصلا فکر کنم بهش ببین نمیخواد تو فکر کنی همه کارو شما خودم میکنم تو فقط سر عقد بیا بشین و امضا کن همین هیچ کار دیگه ای نداری چجوری میشه من سر عقد بیام امضا کنم و برم بعد اصلا من نیستم من کار دارم من مشغولیت خودمو دارم پیک کارم الان فصل سمزدایی دزداست خب من بودم میگم دیگه نمیتونم من کار دارم هرچی دزده رو باید نابود کنیم ما. تکلیف چیه برای همینه میگم بیا دستتو بند کنیم اون موقع خونه بودی بر دستم بودی هر کاری میکردم رو تو امتحان میکردم ولی الان از صبح تا شب اینه کر و لال تو این خونه خب یه جونوری بیار یه چه میدونم حیوان خونگی بیار بده اون امتحان کنه خب آخه زن برای چی میخوای بعد زن رو فکر میکنم برای خودت داری بیشتر میگی نخیر همهشو برای خودم نمیخوام چقدر نصفشو برای خودت کامران برای تو هم میخوام کم ولی برای من میخوای بیشتر برای خودت میخوای بیشترشو برای تو سلام یه لحظه بسه سلام تو زن بگی من هیچی نمیخوام یه لحظه خوال زیزی بدیم ببش خواهش میکنم سلام چه خبر؟ خسته نباشید خوبی؟ سلام تصویری زنگ زدی؟ خواستم ببینم چی کار داری میکنی؟ خواهش میکنم ما هیچی داریم دلمه ای گذاشته گل خانومو تو قرار بود بریم ماشینو از تعویض روغنی بگیری؟ رفتی نشستی داری غذا میخوری؟ سلام آقا بهرام به خدا کامران تفسیری نداشت من دلمه پخته بودم دیگه به زور گفتم بیاد خونه با هم بخوریم سلام علیکم آج خانم حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ ارادت داریم خوبی شما؟ ببخشید جسارت آج خانم جسارته ولی خب کامران جان اجازه ندارن که در طول روز بدون اجازه محل کارشون رو ترک بکنن ببخشید اتفاق دیگه پیش اومد ببخشید من خداحافظ گل خانم خداحافظی کردم اصلا میرسم خدمت زود برمیگردی میای دفتر رو فهمیدی چی گفتم زود میای دفتر رو یعنی یه کاری میکنم تا آخر عمرت بری تو حاله از اپام بیرونم نیای زود باش بیا باشه دیگه گو فرمودی فعلا از من خداحافظ از من خداحافظ من برم دیگه سر آقا من میگم خیلی سخت گیری میکنم گشنه شاید شده بالاخره دلمه بوش به اونم میرسه میخوای ازش یه خورده بکشم ببرم بکش که من ببرم دیگه باش لباس رسمی بکش یه کت میاد رو این دیگه رسمی بکش تمام این سرقت ها تو منطقه ما اتفاق افتاده نگهبانه امنیتی این منطقه رو کی تامین میکنه؟ مؤسسه ما
الان همین سرقت آخر رو نگهبان شما داده بودیم. خب 4 تا دیگه اینجوری سرقت اتفاق بیفته کسی دیگه به ما اعتماد نمیکنه، از ما نگهبان نمیگیره، این برای حیثیت مؤسسه خیلی بده. البته خود پلیس هم هنوز سرنخی پیدا نکرد. جناب سرگرد امینی از آگاهی میگفت سرنخی برای این ماجرا پیدا. سلام. ببخشید دیر شد. اینو گل خانم داد. دلمه آوردم. بفهمید. خواهش می‌کنم. جزام فهم. دلمه آوردن که جمع کن زیخ شو. جمع کن زیخ شو. بدین دیگه سری بشقابو می‌گیریم. بشقابو بده من آقا. بده من آقا. موقع کاره دیگه. ماشین ردیف کردی؟ بله. خب تو چه مرحله هستید؟ تو آلیاز ابهام رفته که این ماجرا. من به نظرم باید برای تیم ضربتیمون و حفاظتیمون و امنیتیمون یه اسم درست بکنیم. مثلا یکی برای همه، همه برای یکی، یا همه برای یکی، یکی برای چند تا، یا همه برای شما. اونجا داره. ساکت باش. این هم پیشنهاد خوبیه. این هم دوست داشتم. یوسفی، خب. جناب سنگ، به نظر من توی نقاط مشترک این سرقت‌ها ما باید یه تمرکزی بکنیم. اینا همشون توی یه سری چیزا با هم مشترکن. اولیش هم اینه که نگهبان یا مالباخته تو اون زمان خواب بودن. دومی هم اینه که ما اصلا هیچ فیلمی از لحظه سرقت نداریم. یا اومدن پاک کردن یا اینکه کلا هاردو به سرقت بردن. عجب. اموال مسروقه هم از 3 تا چیز خارج نبوده. یا پول یا طلا یا جواهره. یعنی اینکه اینا دنبال چیز دیگه‌ای نبودن اصلا. یه گزارشی هم که از پلیس اومده سارق یا سارقین اصلا به زور وارد جایی نشدن. نه توی طلافروشی اتفاق افتاده، نه صرافی، نه توی خونه ها. شما چی میگی؟ قربان، یه نکته دیگه ای که مهمه و مشترک اینه که توی تمام سرقت هایی که اتفاق افتاده مال باخته ها هیچی از سرقت یادشون نیست، فراموشی کامل. ای بابا، قرص خوشت کرد، قرص شد دادم به اینا. قرص فراموشی دیدین برای همه چی؟ مثلا یه قرصی اومده گفتم شب برای فراموشی هم یه قرص دادم. بس دیگه، جدی باشین. بریم سراغ بحث. چی شد؟ حمیدی، این نگهبانی که توی محل سرقت بوده اسمش چی بود؟ جوادی قرب. رزومه‌های جوادی رو درآور، همه باید بریم اونجا الان تو محل سرقت با مال باخته صحبت کنیم، یکم بررسی کنیم ببینیم چی به چیه، بعدم این رزومه‌ها رو نشونش بدیم، بگیم آقا این آدم حرفه‌ایه. بگیم آقا این نگهبان ما سابقه حرفه‌ای داره، تقصیر این نبوده بنده خدا. پاشید پاشید. بریم. پاشید. بریم عملیاتی کنیم. پاشید. سوش هم بدین که برای آماده کنم ماشیناتو، می‌خوام عملیاتو استارت بزنیم. وایسا. این چه پوشیدی؟ لباس. پایی میخوای بیای؟ کتشو در میارم. زیرشو در. زیر چی بپوشم؟ کتو بپوش. کت بدون زیر؟ چی میگم؟ اومدی اینجا آواز بخونی یا کار کنی؟ داداش من بذار بیا. مواظب باش تو صورت آدم نیا پایین دیگه. اینا رو زخمی نشو. دست درد نکنه، زخمی نشه. خیلی ممنون. خب بیا دیگه پس. اومدی اینجا آواز بخونی یا کار چیه داری؟ هم میخونم هم آب میارم. خیلی خوب. بیا بخون هر کار میخوای بکن، فقط اینا زخمی نشه، دست درد نکنه. ببر این فکر کنم کاری یه نفر نی دو نفره شو. که کمکی بده دست درد نکنه. بذار منم بگم. نه برش دست درد نکنه. خیلی ممنون. صندلی رو بده دست درد. بده افتوا بیام افتوا بیام سالی سالی خیلی اما با تفیه اما با تفیه وار خب هست کارت رو بیسا بیا اینم بیا زخمی نشه فقط دیگه بیا بالکن بیا بیا آقا اگه میخوای پیاده دب کن اگه میخوای پیاده نکنی خودم ببرم دیگه بعد پول برای کی دارم میدم اون بالا دست درد نکنه. شما هم اون تا دست درد نکنه. بیا برو دیگه بودو. من میخوام وایسا دیگه هیچ چی برو گوشه. اون گوشه. و چی تو گوشه دیگه نه؟ اینجا ببین. چی تو گوشه دیگه؟ اون چه حرفی من چجوری میشنوی تو؟ رو ببین ببین. کار کن نیستی که هلاک شدم از دست تو. برو اون گوشه تو. اصلا سر جاش بذارین دیگه. نزن به دیوار، نزن به دیوار. عزیزم میبینی چقدر پوله اونه؟ یواش. گفتم اینو در بیارم تو گوشه. داشتی چی گفتم؟ تو برای یه چایی هم انشاءالله میذارم که خستگیت هم در. این موقع دیرش مواظب باش. دیر خیلی خیلی. اینو یواش به دیوار نمایی.
این گوشه به این چوبم نه یواش 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 دو نفری یه دونه موبیل بلند میکنه ماشاءالله تو به جوونی بیا برو ببینم بابا این کارتون کتاب فکرم آتا کجا رو دارمش عشق میکنی دیگه وای اتاق نه بزرگ و خوب و بیومم که مبارکش باشه دخترم خویی؟ آره نه جدی چیزی شده؟ نه چی میخواد بشه؟ با توران حرفت شده؟ نه بابا میخواد من بهش برسونم منم بهش میرسونم دیگه چی میرسونی؟ سلامشو جدی خودش گفت من سلام برسونی جدی؟ منظورم پوله اون از من میخواد که پول برسونم منم پول میرسونم دیگه خوبه دیگه تو به اون میرسونی اونم به تو میرسونه اینجا رسون میشه و اتاقا خوشگله سر پولای مردم میدونی از چی ناراحتم اینکه من اولا که میرفتم این کارو بکنم وقتی میخواستم من پولا و طلاهای مردم برده همش دست و پام میلرزی شبا که میخواستم بخوابم همش جور چشمم بودن ولی اصلا اصلا دیگه اذیت نه که اذیت نشم کمتر اذیت میشم خب بابا جون کمتر اذیت میشی بعد بابا به خدا اصلا تو اذیت بشی منم اذیت میشم خدا رو شکر اذیت نمیشی بابا اولی که اصلا اونقدر دیگه برای من سخت نیست این کار بابا اینو همجوری پدر دختری من خودمون میگم خدا شاهده من اون اولش خیلی برام سخت بود خب بعد اصلا نشستم قشنگ به حرفای توران فکر کردم دیدم راست میگه ما این فقیر بیچاره ها که نمیکنیم که ما اونایی که میکنیم یارو بیمه داره دولت بهش میده هیچ چیز نمیشه میگه که ککشون نمیگزه و همین که نمیگزه این خیال من راحت میکنه اگه میگزی که بدبخت بودیم که میگه این یارو مثلا ما که میخوایم بگزیم این چنان چیزی که اصلا نمیگزتش تازه ما که نمیخوایم بگزیم ما میخواستیم بگزیم همون گزیده نمیشد یعنی گز ما میخوره به ضد گزمون اصلا هیچ اومدم چشش بابا من میرم کارم داره اینا حمیدی بیا یوسفی بیا اسدی نیا یوسفی بله اونو به چه دره بانه میکنه آقا این احتمال وجود داره که خواب باشن حمیدی بله قربان بیا برو بالا از همسایه‌ها بپرس ببین چه خبر دارن ندارن بله قربان اسدی برای چی اومدی بالا من نگفتم به اون پایین گفتم کمکی بکنم بهتون چی شده چه خبر ببخشید من سلام باش چیکار می‌کنی تو کفشو چیکار داری کفششون مثلا اگه برم بیرون من هست یا نیست کفش دیگه توه میگم اگه بخوام بپوشم من بیرون بود دیگه خب چی میگم چیکار میکنی نیست با نمیکنه خب چیکار کنم اینا خونه خب چیکار کنم چیکار کنم الان خب مثلا نمیدونم میخوای یه کارت بذاریم بگیم مثلا اومدیم نبودید رفتیم عیده مگیم چیکار کنیم نرمه اوکی بریکنم سلام علیکم پدر جان من مسئول حفاظت از منزل شما هستم ها؟ ها؟
ایشون میگن که من مسئول حفاظت از منزل شما هستم. ایشون میگن که من مسئول حفاظت از منزل شما هستم. پدر جون، اینا و من میگیم که من مسئول حفاظت از منزل شما هستم. شما چجور مسئول هستی که من از خواب بیدار شدم دیدم دار ندارم بردن، مأمورتونم گرفته اونجا دراز به دراز خوابیده، من مسئول بیکفایت نمیخوام، نمیخوام. پدر جان یه دقیقه بیاییم تو یکم حرف بزنیم با هم خونسرد باشیم. بفرمایید. سریع بیاید تو پشتون نشد. پدر جان، همون جور که عرض کردم من مسئول محافظت از منزل. چه جوری مسئوله بابا؟ بس خب پیداشم دیدم دار ندارم بردم، مأمورتونم اونجا دراز به دراز خوابیده بود. من سمک رو نمیدم کجا گذاشتم. یوسفی معلومه، برو کله اسدی رفت تو در در. آره چشم. پدر جان به من توضیح بیشتر بدید. به شما چی بدم؟ به من کاملتر توضیح بدید. توضیح بدم به شما. بله، بنده از خواب بیدار شدم دیدم دار ندار من بردن، مأمورتونم اونجا دراز به دراز خوابیده. همین برو سمکشو پیدا کن. همینی پدر جان، پدر، سرقت چجوری اتفاق افتاد؟ سرقت چی شد؟ سرقت شد. من میگم که وقتی که از خواب بیدار شدم دیدم دار ندارم و بردن، مأمور تو رم اونجا دراز به از خوابیده، این سرقت. سرقت دیگه چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ پدر مهربان، پرونده شما از این به بعد دست منه. لطف کنید به من توضیح بدین که اصل ماجرا چی بوده. به شما بگم؟ بفرم. بنده از خواب بیدار شدم دیدم دار ندارم و بردن، مأمورتونم اونجا دراز به دراز خوابیده بود. خب راست میگن ایشون دیگه، ایشون خواب بودن تفلک بیره من بلند شدن دیدن دار ندار و بردن، همکارای شما هم دراز به دراز اونجا خوابیدن. پدر جان اصلا این موضوع رو بذاریم کنار یه لحظه. این توی کمدتون هست، یه بویی میومد، من احساس خفگی بهم دست داد، خفه شدم اصلا. خسته شدی؟ چی؟ خسته نباشی. سلامت باشی. چیکار می‌کردی که خسته شدی؟ نه خفه بابا، خفه. خفه. نه اونم به من میگه خفه. بابا چنی؟ بشکنم بگیرم. برو کنار. پدر جان، من معذرت بشکنم. سوء تفاهم. پدر جان، سوء تفاهم شد. چیزی بدی نبود. تو ششم گفته. نه، گفت بوی بد نداره. خفه شو، ساکت باش دیگه تو هم. پدر جان، سمک تو. بیار دیگه. بروش بده دیگه سمک. واسه نگاه میکنه سمک آورده. سمکتونو بزنیم پدر جان. آها. الان صدای منو میشنوی؟ بله. خوب میشنوی؟ بله. میشنوی. خب، من از شما عذرخواهی میکنم پدر جان، معذرت میخوام. من و همکارام سعی میکنیم که عیب و ایرادا رو یه جوری برطرف بکنیم که دیگه این مشکلا پیش نیاد. بله. عرض کنم که منم از این به بعد میخوام تمام مسئولیت های خودم گردن بگیرم، خودم انجام بدم، چون به هیچ کسی اعتماد ندارم. هر جوری که میل شماست، هر جوری خودتون سلام میدین، ولی خب میدونیم که پلیس آگاهی پرونده شما رو دست گرفته و الان در به در دنبال سارقینه. سارقین رو دستگیر کنه. رو ببین چیه ما کوزه اینجا که متعلق به شماست رو برمیگردونه و به شما کوزه رو نگاه نکنید. میده نکن. اصلا اون سنگینه. سنگینه ولی دیو. بلند کن آدم. این توش چی؟ توشو دیدی؟ از توشو دیدی؟ آقا بذار زمین. توشو ببین. اصلا به زمین نیست. ببخشید. بله شما می‌فرمودین. یه بار دیگه برای من توضیح بدید ماجرا سرقت چی بود؟ حالا که سمعکم خدا رو شکر پیدا شد. بلند می‌کنیم ما برای خواب. سرقت کردم. من میگم که خوابیده بودم، بیدار شدم، دیدم دار ندارم بردن، مأمور شما میگه دراز به دراز خوابیده بود. بله. دراز به دراز خوابیده بود. بله. اصلا باش برو اون بر.
اسدی پاش برو اون بر. من میگم خودمون باید یه سر اسدی پاش برو اون بر. پاشو برو دوباره شهر به پانکا اسدی بلند شو. بله عرض میکردم خدمتون که ببین من اینو متوجه شدم. چی شد؟ سرقت چجوری و چی شد اصلا سرقت شد؟ چه اطلاعاتی دارید؟ عرض کنم که من چیز زیادی یادم نمیاد، فقط این وسط حال بیدار شدم یهو دیدم که دار ندارم بردن، مأمورتونم اینجا دراز از خوابیده بود. پدر جان این دزگیرا دوربینا اینا چیه قضیهش؟ پس اینا چی کاره بود اینجا دزگیر؟ دزگیر که از کار افتاده بود، دوربینم که چیزی ضبط نکرده بود. ولی خب پلیس میگه که به نظر میاد احتمالا شما خودتون فیلم این دوربینا رو پاک کردید. نظرتون چیه؟ نه خیر. پس بگید توضیح بدید. توضیح اینه که گفتم بازم میگم من بیدار شدم از خواب دیدم دار ندارم بردن، مأمورتون اینجا دراز به دراز خوابیده بود. اسدی چیکار میکنی؟ پول بذار پول بذار زمین بابا، یادگاری دخترمه. یادگار دختر چرا نداری؟ بشکن اخه شما رو گیر میدید من. اسدی بذار زمین بذار زمین سنگی بیورو بیرو باشم بیورو بیرون داشتم. اسدی برو بیرون شهر رو پا نکن. اون یادگاری دختره. بله بله متوجه شدم. درست کاملا درست گذاشتم. یوسفی بیا برو دنبال اسدی. چشم بابا. پدر جان شما به غیر از این که این وسط از خواب بیدار شدین یهو دیدین بدبخت شدین دار ندارتون رو بردن و این مأمور ما دراز به دراز اینجا خوابیده، چیز دیگه یادتون نمیاد؟ والا چیز دیگه که همونی که گفتم، من همین وسط حالا از بیدار شدم دیدم دار ندارم بردن، مأمور سنم اینجا دراز به دراز خوابیده بود. چی؟ تو انداختی؟ نه مال من تو کیفم. من اگه باشم یه طرح نزاکتی را میندازم این بی نزاکتی ها را جمع کنن سطحش. این فرهنگه دیگه بی شعوریه. چطور بریم بشیم بریم. یوسفی کجا؟ آقا من اینو باید نزم. زود باش بیا. برداره به بعد تن بچش میشه سی چه تو پلاسی که خیلی خسته شدی تو ران به خدا. من شرمنده نه با این حرفاشی من اصلا خستگی نمیفهمم چیه. میدونی تو خواب شب هم نمیدم این خونه وسایل نو همچی تر تمیز. حالا یه کارگر ولی میارم قشنگ شده اینجا. فرقش یه چیزایی از خونه آورده بودیم با خودم. بابا ول کن همش کسب کسب داغون پاغو بخواست چیکار کنه؟ همه وسایل مال عهد توی کمونچا جوری من خارش گرفتم. کاش اون پیس بیلینو فوکتاک آورده بودیم حداقل. خب یه دواتون خودت باید. آره دوام باید میآوردم. ماشاءالله به اخلاق و ادب بچت یه دست نکنه این چیزی دست شما درد نکنه. ببین شیوا بچه ببین بر کار فردا مون خوب یه صرافی پیدا کرد همچه نزدیک تو زعفرونیه. صرافی زعفرونیه رو که زدی تو فکر کردی زعفرونیه همون یه صرافی رو داره؟ نه بابا راسته صرافی هاست هم تو پر تا پرش صرافی. مردم اونجا که آخه مثلا تومنه اینا که هرش میخواد که همچه دلار هم چی 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 آره دیگه. بعد اینا نه که من خونهشون کار میکردم زنشو میشناسم اینقدر پول دارن اصلا نتونم بگم. خب ببین تو برو این مغازه رو کلا جارو کن بر ببر چکش نمیکنی اینقدر پول دار. دوران به جان خودم هم به این رسیدم امثال همین صرافیه. تو برو مغازهشو جارو کن وردار ببر ککش هم نمیگزه. الان که گفتی آشناس من خیالم راحت شد. خدا رو شکر. اصلا خدا رو شکر شما خیالت راحت شد بابا جون. زنده باشی بابا زنده باشی. چیه؟ من آدرس اینجا رو به کسی نداده بودم. ردمون رو زدن. وای یا خدا ای بای یا یا باز
به جعبه مطمئن حال این جعبه رو واسه ردگم کنی دستش گرفته. وای دختر من رو میوندم زندان چه خاکی تو سرم. این جعبه چیه؟ این جعبه چیه؟ چه؟ جعبه پیتزاست. پیتزا سفارش دادم بر تو زرمار تو کنی قشنگ توهم داری آهی بله بله تشریف بیارین تو در که رد کردین یه 700 متر بیاین میرسیم به یه در بزرگ که در ساختمونه حالا رای سیاده ولی تشریف بیارین دیگه برو کارت من بیار کجاست کارت؟ تو کیفمه همینجا کیفش دست نزدی باش نه نه خودم برم باش بیار منیم جزل آقا بالا اینشالله من سن آتام توتام بابا جلندد آتام الهبانم قشنگ آقا سلام گلخانم سلام چطوری؟ خوش اومدی صفا آوردی او چه سر حال چه سر کیف چه خوش انرژی چه خبره این چیه؟ این برای بچه توه زنشو ندارم برای بچه هم درست کردی؟ بابا زنم میگیری غصه نخور غصه که نمیخورم نمیشه حالا به پدر بچه بدی اینو وا این همه برای تو بافتم دوختم حالا میخوام یه چند تا هم برای یه بچه تو ببافم که یادگاری از من داشته باشه تو رو خدا این حرفا رو نزن دیگه شلا همیشه سلامت باشی کدر نکن ببین امروز خانم نقوی اومده بود اینجا خب چه باحال چی گفتیم به هم صحبت تو شد؟ آها البته صحبت زن گرفتنت شد یه دختر خوب به معرفی کرد کلم شما با دوستات میخورین به هم فقط راجع به زن گرفتن من حرف بزن دوست دارم هیچ حرف دیگه ای نداریم آره میبینم چجوری قند تو دلت آب نمیشه آره برحال یه دختر خوب معرفی کرده اسمش هم یادم هرچی یه دونه خوبشو به ما معرفی کردی که اونجوری از آب در اومد برای هفت پشت من کافیه لطفاً راجع به زن دیگه با من حرف نزن تمام شده ببین حالا یکیش که جواب نشده یا نپسندیدی آسمون و زمین به هم دخته نشده که مردم ده تا ده تا میزنن زیر سر تا ای بالاخره یکیش رو انتخاب میکنن حالا انگار چی شده اینجوری خورده تو ذوقت تو ذوقم نخورده حالا چیکار باید بکنم الان من نمیخوام زن بگیرم هیچی من قرار گذاشتم آها اینجوری با مادر دختره فردا میرم پیشش تمام تو هم دیگه هیچی نمیتونی بگی چی میگه؟ چی نمیتونی بگی؟ من میزم مگه دیگه آدم مثل مبل داری با من برخورد میکنی مثل این بالشته داری با من برخورد میکنی با من باید مشورت کنی دیگه ببین کامران تو هم اینجوری که حرف میزنی با من فکر نمیکنی من مریض میشم فشارم میره بالا اصلا سکته میکنم میفتم اینجا توی خراب شده غلط کردم اشتباه کردم چرا فضا رو ترحمی میکنی حالا من دارم... که خوبه میام میشینم تو اینجوری اشتباه کردم میکنی. اشتباه کردم میام کجا زن بریم بگیریم بریم ناراحت نشو دیگه دیدی کدوم گفتم اینجا همه کاری که گفتم میکنی آره سی جمعتی ندی چه دختری دارم مقشم مقشم تا دانش نبا سهل خوش نمید سلام بشین بشین آقا بشین این اینجا چند تا دوربین داره؟ اینجا هفتا هفتا خب خارد این دوربینا رو برمن بیاریم چشم شما هم هرچی پول داری بده دولار یا یورو به فرق نمی کنه بده بله چشم بفرمین دست شما در بده شما هم هرچی پول داری به من بده چشم بیشتر پول ایرانی دارم بده هر چی دلت میخواد روپیه بده لیر بله بله یوان بله درهم آقا بده هر چی داری بله بله بذارم براتون پاک کرد نه بذاری چی بلش آره شما هم بریز شما هم بریز بریز
شما منو فراموش کنین، بگیریم بخوابیم. بله. کلید کجاست؟ کلید نداره. بچی داره؟ ریموت داره. ریموت کجاست؟ ریموت دست من نیست. دست کیه؟ توی کشو. کدوم کشو؟ همون کشو اولی. این؟ بله. با این باز میشه؟ بله بله. خب منو فراموش کن، بگیر بخواب. چشم. همه رو بکرده ببینم. آفری. خب من کاری نداری، من برم. میخوام بعد بستنگی بخرم. نه میخوام تنها باشم. تنها شیست چی بیم باشرت کنی خورده؟ نمیخوام. نمیخوام تنها بشم. درک برو فدرست سالم شیم. آقا حل دیگه. بله همه هنگه. خودتون تماس میگیرید؟ نه تماس گرفتم. خب پرداختی که نداریم. نه پرداختی نداریم جان، سر همه کرده با خیال راحت برین. بعد از همه مجموعه هم که میتونیم استفاده کنیم. برین برین از سر شما پرداخت میکنیم. اصلا پرداخت نکنیم. بفهم. برین 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 راست. بفهم. خدا نگهدار. اینا کجا رفتن؟ کسی جایی نرفته، من اینجا هم جنب سرنگم تو اتاقش. نه همین گنده ها کجا رفتن؟ باشگاه. باشگاه چی؟ باشگاه ورزشی دیگه، تمرین دارم، دیدن تمرین میکنم. از این میخوام گنده تر شم؟ نه، تمرین های مخصوص محافظات جنب سرنگ دستور داده. اما دیگه جسمانی و فنون رزمی و اونجور چیزا. خب چرا برای من نذاشته این رو؟ چرا باید بذارم؟ اگه تو محافظی. چی هم پس من؟ تو همکارمونی، کادری، عامل حفاظتی. بعد اسم باشگاه که میرن چیه؟ اسفندیار روینتن. آدرسش کجا؟ تو خیابون رستم پیلتن. چی میگه؟ خانو، آقا بیا کمک برش بیمارستان. چشم خانو. باشو.